بحث نمایش انتخاباتی رژیم همچنان مهمترین موضوع در درون رژیم و رسانه‌های آخوند هاست. حذف تقریبا کامل باند مغلوب رژیم از انتخابات، اون هم پیش از آغاز نمایش انتخاباتی و در واقع در لبه ورودی به زمین بازی و هنگام ثبت نام، مهمترین و خبرسازترین بخش این نمایشه که پیشاپیش همه من جمله صحنه‌گردانان این نمایش رو به تلاش و تقلا برای طبیعی نشون دادن این نمایش انتخاباتی وادر کرده. در گفتگویی که الان داریم می‌خوایم دو سوال رو بررسی کنیم. سوال اول این که آخرین اخبار مربوط به تحولات انتخاباتی رژیم چیه؟ سوال دوم هم این که چرا یک نمایش انتخاباتی که به قول اکثر منابع حکومتی 240 کرسی از مجموع 290 کرسی اون پیشاپیش تعیین تکلیف شده، این چنین موضوع بحث و تبلیغات حکومتی قرار میگیره؟ در همین مورد گفتگوی داریم با ابوالفضل فولادوند که ضمن سلام به ابوالفضل میخوایم که توضیح بده که آخرین تحولات مربوط به این موضوع چیه. خب ضمن سلام به شما و ضمن سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و تشکر از فرصتی که داده شد تا در خدمت شما و بینندگان عزیزمون باشیم، به ویژه جوانان شورشی و قهرمان میهنمون که مایه افتخار ایران و تاریخ ایران. و خارج از این داستان‌های نمایش انتخابات و این بازی‌ها، کار خودشون رو می‌کنن و بار انقلاب رو به دوش می‌کشن و پیش می‌برند. هر شبت که از آخرین اخبار انتخاباتی شما پرسیدید، من مختصر اگه بخوام بگم که روندی که تا اینجا بر حال پیش رفته، میتونم چهار تک و پاتک باندهای درونی رژیم رو خدمت شما و بینندگانمون بگم. اصل قضیه این بود که خب به هر حال خامنه‌ای باند رقیب رو حذف کرد. واقعیتیه که شما الان در آماری هم که خودتون اشاره کردید همین مطلب رو داشتید میگفتید. در واقع خب باند روحانی، اما مثلا اون به اصطلاح اصلاح طلبان یا اعتدالیون خود وابسته به روحانی، اینا حذف شدن. این اصل داستانه. مهمترین نکته‌ای که در مورد انتخابات رژیم میشه گفت اینه. نکته دوم که میشه گفت اینه که باند مغلوب، یعنی جماعت روحانی، در نهایت ذلت و خفت این حذف شدن رو به هر حال پذیرفتن، در عمل پذیرفتن و الان حتی جرأت تحریم کردن این نمایشی رو که خودشون پیشاپیش دارن میگن که جز 5-6 نفر ممکنه 5-6 نفر از این باند بره توی مجلس ارتجاع، یه بقیهش مال اون بانده، ولی حتی از تحریم یک همچین نمایشی هم خودداری کردن که این نشوندنده نهایت جبن و بزدلی و ترسویی این بانده و ایزن ریزخاریش و جیرخاریش حتی به یک تکه نواله هم از این رژیم راضیه، یک نواله خونین. البته نکته سوم در واقع خب ببینید این تأثیر داره توی رژیم دیگه، این تک و پاتک هایی که این دو باند حاکم و محکوم یا غالب و مغلوب رژیم در مورد انتخابات به هم داشتن توی همین چند وقت اخیر، این تأثیر داره روی نیروهای رژیم، تأثیر داره روی پاسداراشون، تأثیر داره روی نمیدونم بسیجی ها و عوامل این رژیم، موضوعای این رژیم تأثیر داره. تأثیرش هم جوگیر شدن عوامل رژیم. خب به هر حال در جامعه ای که الان به قول خود رسانه های حکومتی که من الان عرض میکنم یه چند موردش رو، بیشتر از 80% مردم ایران تا همین الان بنا به آماری که نظرسنجی که خود باندهای حکومتی کردن گفتن در این انتخابات در این نمایش شرکت نمیکنند. خب این نشان دهنده ریزش در همین باندهای حکومتیه، چون مردم ایران که تکلیفشون معلوم کردن از قبل هرگز در انتخابات این رژیم شرکت نمیکنن، اما همین باعث شده که امروز در نماز جمعه خامنه ای نفراتش رو قطارکش کرده بود که بیان و فتوا بدند که شرکت در انتخابات واجبه، واجب اینیه و واجب کفایی نیست. عرضم بزرگ شما و یک سری نکات، حالا من چند تا فتواشو میخونم باعث سرگرمی بینندگانمون هم شاید بشه. یا خود خامنه ای که دو روز پیش اومد و تاکید کرد که ممکنه شما با من مخالف باشید، از من خوشتون نیاد، اما لطفاً خواهشاً التماساً تشریف بیارید و در انتخابات شرکت کنید. این عین همون حرفایی که همین خامنه‌ای سال 92 هم زد، این همون حرفایی است که خامنه‌ای سال 94 هم
زد، یعنی در مقطع انتخابات به مقطع انتخابات میاد و لابه میکنه و التماس میکنه که کسی بره رأی بده. طبعا مخاطب التماسش باندهای درون رژیم و نفرات خودشون هستن، چون مردم عرض کردم مردم تکلیفشون سالهای ساله که روشن شده با رژیم. آخرین اقدامی هم که به عنوان خبر میتونم خدمت شما و بینندگانمون بگم اینه که حسن روحانی اومد و یک ابلاغیه داد به معاونش جهانگیری، اسحاق جهانگیری، و بهش گفت که لایحه‌ای رو تنظیم کنه و بیاره در هیئت دولت بررسی کنن که ببرن به مجلس، که در واقع اختیارات شورای نگهبان رو، اختیارات نظارتی شورای نگهبان رو در انتخابات مشخص کنن. طبق اصل 99 قانون اساسی همین رژیم، شورای نگهبان ناظر انتخاباته، ناظر حسن اجرای انتخابات، حالا انتخابات از انتخابات خبرگان گرفته تا ریاست جمهوریشون گرفته تا نمیدونم مجلس و الی آخر، و اینا میخوان اون در واقع کادر نظارتی بودن دخالت شورای نگهبان رو در انتخابات بیارن و دیگه تحکیم کنن و تثبیت کنن، در واقع میخوان دوم شورای نگهبان رو بچینن و یه مقدار محدودش کنن. این مجموعه اون نکاتیه که میشد در مورد انتخابات رژیم که به عنوان خبر یا تحول بگیم. من خدمت میگم فقط یه نکته بود، امروز من اشاره کردم به اینی که در نماز جمعه اومدن و فتوا میدادن، من یه چند تا نکته شو اگه اجازه باشید اینو بخونم بینندگانم، خیلی جالبه. این آخوند هاشمی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران، نماز جمعه امروز تهران، اومد و یک سری مسئله مطرح کرد و پاسخ‌هاش رو داد. این همین مکتب خونه های ملا خونه هایی که میان و میگن مسئلتون بعد سوال این است، بعد اینا میگن جواب این است. سوال کردند، خودش گفت سوال کردند که در انتخابات شرکت کردن واجب است و اگر شرکت نکنیم کار حرامی انجام داده ایم، و جواب داد که در جواب آمده است، حالا جواب احتمالاً فتاوی خود خامنه‌ای میگه، شرکت در انتخابات نظام فلان برای افراد واجد شرایط یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است و حتما باید شرکت نمود. سوال کردند در انتخابات شرکت کردن واجب عینی است یا کفایی، یعنی اینی که اگه یکی دیگه رفت شرکت کرد خب دیگه از عهده ما ساقط، نه یا نه تک به تک اون الزاماً و اجباراً باید بریم و شرکت کنیم، واجب عینیه، که اونم گفت که بله واجب عینی است که بر همه لازم است انجام بدن، مثل نماز همه باید نمازشان را بخوانند، همه باید در انتخابات هم شرکت کنند. ببینید اینا متوسل شدن به یک همچین داستان‌های، این نشون میده که واقعاً حتی در درون خودشون، چون من تأکید کنم این مسئله ها و این سوال و جواب ها یا این فتاوی خطابش یا مخاطبش مردم نیستن، چون کی فتوا کیلویی چند، کی میاد فتوای خامنه ای رو بخره، کی میاد اصلا فتوا بخره، الان تو این داستان کی میاد دنبال اینی که ببینه حکم خامنه ای، اتفاقا اگرم میگن میرن دنبال اینکه ببینن حکم خامنه ای چیه، میرن ببینن چیه که عکسش رو انجام بدن. خب توی یه همچین شرایطی این میاد، این خطاب، این فتاوی به عناصر خودشونه، به همونایی که تو پای همون نماز جمعه اومدن نشستن، در واقع عوامل خود اینان که حقیقتا الان شبکه های مجازی و فضای اینترنتی در ایران آنچنان بمباران غلیظی گرفته روی رژیم، مردم واقعا کولاک کردند که حقیقتا شرکت در انتخاباتی که یک جزام جدی است و یک ننگ، دست بردن در خون شهدای قیام، اینو تک به تک از شما، تک به تک پست ها یا استوری هایی که در شبکه های مجازی گذاشته میشه، شبکه های اجتماعی گذاشته میشه، اینا رو میتونید ببینید. طرف اومده سوال میکنه اگر دیگران رفتن رأی دادن دیگه بر ما واجب نیست یا هست، و در جواب آمده است که واجب عینی است، اگر همه هم رأی دادن شما هم باید رأی خودتان را بدهید. سوال کرده یک خانومی که همسر من گفت من راضی نیستم بروی انتخابات شرکت کنی، حکم شرعی من چیست؟ حالا اون خانومی که میاد از اینا سوال میکنه، اون خب وضعیتش روشن، وضعیتش رژیمیه، شوهرش هم همینه که داره میاد، حالا اون شوهره ریخته ریزش کرده، این میاد، یا حال برحال ممکنه مثلا این سوال ممکنه بعضیش ساختگی باشه واقعا، میگه در جواب آمده از شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست. خب ببینید میگه که رأی سفید میتونم بدم، باز میگه سوال است، سوال کرده که من میخوام رأی بدم اما
کسی را نمیشناسم، میخوام رأی سفید بدهم که هم رأی داده باشم هم مسئولیت رأی دادن به کسی رو به عهده نگرفته باشم. تکلیف چیست؟ باز دوباره این آخوند میگه که رأی سفید دادن اگر سبب بشود که انتخابات ضعیف قلمداد بشود، این کار را انجام ندهید. رأی بدهید، بروید تحقیق کنید و به نفر رأی بدهید. ببینید وقتی کار به اینجا میکشه یعنی این که کفگیر این نمایش انتخاباتی آقا یه خورده به ته دیگ داره، ته دیگ رو هم سوراخ میکنه. این تحولاتی بود که من میتونستم در مورد انتخابات خدمت شما. بله، حالا این سوالی که پیش میاد اینه که خب این یک نمایشه. بله، این چیزی که به اسم انتخابات دارن علم میکنن یک نمایشه، همه مردم هم میدونن که این نمایشه. بله. ولی چرا این نمایش اینقدر موضوع جنگ و دعوای درونی رژیم شده؟ بله. یعنی اینقدر این قضیه رو این روحانی هم میاد میگه که آقا این یک انتصاباته. بله، علتی چیه؟ خب دو تا مسئله است که باید کامل از هم تفکیک کنیم، یعنی دو مسئله منفک از همه. انتخابات، نمایش انتخابات در واقع دو رو داره در ایران، در حاکمیت دیکتاتوری آخوندها. در واقع یک روی انتخابات رو به خارجه، رو به دستگاه های تبلیغاتی بیرونی است که خب باید بیان همین تبلیغات رو بکنند و این حرفا رو بزنند. هم آخوندها میدونند و هم مردم ایران میدونند و هم آخوندها میدونند که مردم ایران میدونند که این یک نمایشه و مردم در شرکت نمی کنند. اینا اگه خودشون رو تیک تیک هم بکنن مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. من آمار دارم، آمار از سال 60 رو من دارم تا همین امسال رو، تا انتخابات دوره قبلی رو، که معمولاً 50%، 54%، 54 و 59%، 50%، 66%، انتخابات دوره ششم، اینا ماکسیموم شرکت کنندگانی که تونستن عدد سازی کنند اینقدر بوده. یعنی این در واقع آمار آماریه که خود رژیم این آمار کرده. وزارت کشوره، این آمار وزارت کشور رژیمه. من حالا تو فرصت بعدی چند جاشو من براتون میخونم، برای بینندگانمون توضیح میدم این آمار رو. ببخشید من این سوالم بکنم. خب ما گفتیم که این انتخابات یک نمایش بیشتر نیست. بله. و خود رژیم از جمله روحانی هم میگه که این انتصابات، پس دیگه این بازیایی از جمله مثلا فتوا دادن اینی که آقا بیاین شرکت بکنین و این سوال سازی ها و جوابایی که به اصطلاح پشت پندش میدن اینا به چه دردی میخوره؟ خب ببینید گفتم یک بخشش نمایشی رو به بیرونه که این بازی ها رو در میارن، یک بخشش رو به داخله که اصلا نمایشی نیست. حقیقتا جنگ خونی در داخل رژیم برقرار، جنگ خونینی جریان دارد در درون رژیم بر سر داستان انتخابات. چرا؟ به خاطر اینی که انتخابات صحنه یا محل یا موعد تقسیم چهار سال یک بار قدرت و ثروت بین باندهای درونی رژیمه. اینا باید به هر حال با یک سازوکاری این غنیمت حربی رو که به قول خمینی میگفت غنیمتی است که ما به دست آوردیم، حکومت رو میگفت غنیمتی است که به دست آوردیم، این غنیمت رو یعنی ثروت ملت ایران رو و قدرت حاکمیت ملت ایران رو اینا برای 4 سال باید بین خودشون توافق کنن، تقسیم کنن که کی رئیس باشه، کی معاون باشه، کی بالا باشه، کی پایین باشه. به همین علت واقعا جنگ خونین در درون خودشون جریان داره. اینا به خاطر این کار همدیگر ترور کردن. اون سعید عسکر بود کی بود زد اون حجاریان رو توی همین داستان‌های جنگ باندی زد و در واقع ترورش کرد، ناقضش کرد. ببینید خب این داستان ها یعنی در درون رژیم انتخابات جنگ خونی نیست که به خاطر این داستان دارن این کار رو میکنن. یک بخش دیگرش هم این فتاوی و این صحبت ها عرض کردم خدمتون، بخواد اینه که پاستورای خودشون ریزش نکنن، منفعل نشن و نکشن کنار در داستان انتخابات، چون کم نیست فشاری که الان مردم میارن به رژیم در شبکه های اجتماعی. توی همین 3 روز اخیر من دیدم 3 کانال رسمی تلگرامی رژیم، 3 شبکه اجتماعی رسمی رژیم، یک کانال خبرش بود، یکی خبرفوری بود، یکی دیگه الان یادم نیست، اینا نظرسنجی کرده بودند در ابعاد مثلا چند صد هزار، 140,000 نمیدونم چند صد هزار، اونجایی که میدونم 500-600,000 نفر، 560,000 نزدیک 500,000 و بین 81% تا 86% نفراتی که نظرسنجی رو جواب داده بودن گفته بودن ما در انتخابات اصلا شرکت نمی کنیم.
خب شما ببینید کسی که به کانال خبر فوری رژیم یا به کانال خبر شبکه خبر رژیم در نظر سنجی شرکت میکنه و جواب میده، خب اولا محدودیت هایی داره، چون وقتی که طرف ازش سوال میکنه میدونه که خب به هر حال داره به رژیم جواب میده، داره به یک پاسدار جواب میده. علارغم این 81 تا 86 درصد گفتن ما شرکت نمیکنیم، این اینا علائم ریزشه. در واقع این قضیه که مردم شرکت نمیکنن یک مسئله مشخصه، مال الان هم نیست، از زمان خمینی در واقع مردم تکلیف شدن و فهمیدن که شرکت در انتخابات رژیم بیهوده است. اون چه که جریان داره الان فقط دعوای دروی باندهاست برای همون تقسیم ارث، برای تقسیم غنایم جنگی. اگر نه به هر حال هم شما یادتون هم بینندگان اون احتمالا باید یادشون باشه که زمان خمینی انتخابات تقریبا در همون سال اول توی 7-8 ماه اول به حاکمیت رسیدن خمینی تعیین تکلیف شد، مردم فهمیدن که رأی بدن یا ندن این بابا کار خودشون میکنه. نمیدونم این شما تو انتخابات ها این اگر ازادی یک کلیپی آماده کردیم توی اتاق فرمان در اتفاق جواب همین سوال رو به صورت میده، اینو با هم دیگه ببینیم بله. بعد چه خوب. شما ببینیم بله. اجتماعی معکوس تعداد شرکت کنندگان در اولین انتخابات 20,288,021 نفر، تعداد شرکت کنندگان در دومین انتخابات 15,758,956 نفر، تعداد شرکت کنندگان در سومین انتخابات 13,996,000 نفر و در آخرین انتخابات فقط 10,000,000 خرده‌ای شرکت کردند. یعنی خمینی تقریبا هر ماه 1,000,000 رای دهنده را از دست می داد. این منحنی معکوس رشد اجتماعی برای خمینی از فروردین سال 58 تا زمستان همان سال از دست دادن 10,000,000 رای دهنده را نشان می دهد. این رشد منفی یعنی سقوط آزاد و از دست رفتن آسانسوری مشروعیت رژیم خمینی. بکنم خیلی واضح توضیح میداد اون چیزی که شما دارین میگین و خب از اون موقع هم تا الان 40 سال 39 سال 40 سال گذشته و فکر میکنم قضیه کاملا روشنه. بله این گزارش خوبی بود. ببینید بخشی از واقعیت رو، یعنی اون چرا که مربوط میشه به رابطه مردم با رژیم، این نشون داد تا اونجا که به مردم برمیگرده مردم هر همون سال 59 از دوروبر خمینی فرار کردند. خیلی عجیبه مثلا ماهی 1,000,000 نفر 1,000,000 رای دهنده از خمینی گریختند رفتند و دیگه نیومدن تو انتخاباتش و بازی انتخاباتی شرکت کنند. خب چطور ممکنه مثلا طی 40 سال حالا بیاد اضافه بشه مثلا به رای دهنده های خمینی یا شرکت کنند؟ در نظر گرفت که در واقع رای دهنده هم با مردمی که موافق یا مخالف هستن فرق میکنه. این در واقع میشه گفتش که یک بخشی از این طبعا. چون ببینید خب به هر حال ما حالا زیاد وارد این داستانا نشیم، خب طبعا اون قشر اون چی میگن طیف خاکستری توده ها و مردم رو که میگن، خب اون یه بحث جدی است که انکار کردنی نیست که. ولی ببینید من گفتم آمار وزارت کشور رژیم رو دارم خدمت شما بگم. ببینید در تکمیل همین نکته است که الان شما این فیلم رو نشون دادید، این آمار وزارت کشور رژیمه، مال آخونداست، آمار رسمی که خودشون منتشر کردن. از دور اول انتخابات ریاست جمهوری رژیم تا 11 رو همین آخری باشه اینو من دارم که آوردم. ببینید در اولین انتخابات 20,000,000 نفر، بیش از 20 میلیون کسانی بودن که اجازه شرکت در انتخابات داشتن، یعنی سنشون بالای 18 سال بوده و در دور اول 67% اینا تقریبا شرکت کردن. بعد اومده هر چی که سرکوب بیشتر شده، اینا البته همش انتخابات ریاست جمهوری دیگه، مثلا در دوره چهارم که همین علی خامنه‌ای شد رئیس جمهور رژیم، بنا به آماری که خود اینا منتشر کردن، وزارت کشور خودشون منتشر کرده و پورتال وزارت کشور این مرکز ملی آمار این آمار رو داده، 54.78% دارندگان حق رای تو انتخابات اومدن شرکت کردن، یعنی نصف مردم تقریبا نیومدن رای بدن. ببینید خب این هر چی از اونجا که دور شدیم خب به آگاهی مردم اضافه شده.
کمان که به سرکوب مردم اجام شد، کمان که به فاصله مردم با دیکتاتوری هم اضافه شده. یعنی اینطوری نیست که هرچی از آغاز این دیکتاتوری ما فاصله میگیریم وضع بهتر بشه، رابطه مردم با اینا بهتر بشه، خونین تر شده. کمان که قیامه هایی هم که در تمام این سالها روی داده نشون میده که رابطه مردم با رژیم خصمانه تر شده و آشتی ناپذیر تر شده. کمان که در دوره ششم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شده رئیس جمهور، آماری که همینا دادن 50.66% دارندگان حق رأی که اون موقع 33 میلیون نفر بودن در انتخابات شرکت کردن. این عددا من تاکید میکنم این 50% ها هم دروغه، اون 54% خامنه ای هم دروغه. این اعداد و ارقام در یک اتاقی ساخته میشه به اسم اتاق تجمیع آرا، در واقع که عدد و رقم در واقع عدد و رقم شرکت کنندگان خود فک و فامیل ها و خانواده و ملای اجتماعی همین آخوندها و مزدوران و عواملشون و بسیجی هاشونه که یک اقلیت 3-7% این مملکتن. اینا با خانواده هاشون میرن در انتخابات شرکت میکنن، بعد این اعداد میره در اتاق تجمیع آرا، ضرب در یک عددی میشه، اون میشه همین مثلا 50% و نمیدونم این صحبت هایی که اینا میگن که میگه که نمیدونم فرض کنید اون یکی با 10 میلیون رای انتخاب شده رفسنجانی، اون یکی نمیدونم خامنه‌ای با 12 میلیون رای انتخاب شده. این 10 میلیون و 12 میلیونی هم که اعلام کردن دروغه، اینا حاصل کار یا در واقع ساخته شده در اتاق تجمیع آراست. با توجه این که وقت برنامه‌مونم خیلی محدود هست، اگه ممکنه خیلی مختصر در مورد این اتاق تجمیع آرا هم توضیح بدین. اتاق تجمیع آرا خیلی ساده است. ببینید در ایران وقتی انتخابات میشه هر جای دنیا آرا در شهرها شهرستانها شمارش میشه، بعد میاد در مرکز شهرستان، مرکز شهرستانها همه آرا رو شمارش کرده عدد رو میدن به ارگان بالاترشون مرکز استان، در مرکز استان در میاد که آقا مثلا استان مرکزی این تعداد آرا به نفع ایکس، این تعداد به نفع ایگرگ، این تعداد هم رأی باطله داشتین، تمام شد رفت پیکارش. این اعداد رو مثلا 31 استان داره ایران، 31 مجموعه عدد ستایی میدن به اون بالا. در وزارت کشور یک نهاد موزمی باید وجود داشته باشه، بشینه این آرا و آمار 31 استان رو برداره، اعداد ایکس رو بنویسه زیر این تابلو، اعداد ایگرگ رو در اینجا جمع کنه. تازه این حالا این شیوه چرتکه‌ای و ما قبل تاریخی آخونداست، اگر نه که با کامپیوتر اگه باشه که اصلا این داستان ها نیست و آرای باطله میره. در وزارت کشور یک اتاق تجمیع آرا وجود داره که این رو کی رو کرد؟ مجاهدین که از روز اول میگفتن که آقا این داره ضریب 7 و 8 میخوره عددهای اینا، چون کم و بیش مجاهدین اعداد رو داشتن، دسترسی به اعداد داشتن و میگفتن تا این اتاق تجمیع آرا رو که مجاهدین میگفتن، نخست وزیر دوره طلایی دجال راحل اومد و اون سال که خودش اسیر تقلبات انتخاباتی باند غالب شد، اون اومد رو کرد گفت آقا در اتاق تجمیع آرا آرای منو ملا خور کردن به قول معروف. اتاق تجمیع آرا کی بود؟ همون سال 88 رو عرض میکنم، پاسدار صادق محصولی بود، پاسدار کامران دانشجو بود و پاسدار علیرضا افشار، 3 پاسدار در اتاق تجمیع آرا نشستن و اون عددی رو که اومده بود اون رو ضرب در 7 و 8 کردن، یک عددی در آوردن گفتن خب احمدی نژاد با این عدد برد، اون با این عدد باخت. اتاق تجمیع آرا که عرض می‌کنم خدمت شما اینه. اما یک نکته است، حالا فارغ از تمام این داستان‌ها، چقدر وقت داریم؟ تمام وقت بله. ببینید فارغ از تمام این اتاق تجمیع آرا و این صحبت‌ها، انتخابات الان همه مردم ایران میدونن که ورود به این انتخابات، کمترین مشارکت درش، دست کردن در خون اون 1500 شهید قیام آبانه، دست کردن در خون اون کسایی نیست که توسط این رژیم به هر نحوی کشته شدن، از اون هواپیما گرفته که خود رژیم زد و سپر بلای خودش کرد، تا شهدای قیام آبان، تا شهدای قیام دیما، تا شهدای 30 خرداد، تا تمامی شهدای این سالها، این الان آنچنان مکروه و منفور شده که جرأت نمی‌کنن دیگه وارد این داستانا بشن و مردم این رو جزام کردن. اگر می‌بینید اینقدر خامنه‌ای جوش و جلا می‌زنه برای این کار، اینه که حداقل نفرات خودش بیان و رأی بدن. حالا اینی هم که آیا در اتاق تجمیع آرا کارش با روحانی
حرفشون رو هم بخوابه یا نه، اون یک بحث دیگه است. این اون نقطه پیچ آخری است که انشالله اگه بعدا فرصت بود یک موقع میشینیم و راجبش صحبت میکنیم. بله تشکر میکنم و فضل فولادان از توضیحاتی که دادید. بینندگان عزیز، قیام ایران رو ادامه میدیم.